ما شاهد این هستیم که قتل مهسا امینی و جنایتی که حکومت در حق این دختر ایران مرتکب شد گویا به یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردم ایران داره تبدیل میشه. سوالم اینه که پیش از این ما شاهد جنایت‌هایی از این دست از سوی رژیم حاکم بر ایران بودیم که اگر بخوام نام ببرم ده‌ها تن از دختران و بانوان و جوانان ایران هستند که نامشون در لیست جنایت جمهوری اسلامی قرار داره که جمهوری اسلامی در حقشون جنایت کرده. اما پرسش اینه که چرا قتل مهسا امینی با این سطح از اعتراضات و واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی همراه میشه؟ اجازه میخوام قبل از هر چیز درود بفرستم به شما جناب استاد کیانی و درود و مخاطبان فهیم فرهیخته تلویزیون جهانی وزین کلمه و از این فرصت استفاده کنم تسلیت بگم به ملت ایران بابت این قتل عمد دولتی. و به شروع صحبتم از این باشد که این قتل و این به مصاف ملی رفتن، این خشم عمومی و خشم ملی، فقط خشم، فقط قصه خوردن، فقط عزاداری و عزای ملی نیست. در این مورد مشخص بعد از 43 سال سیاه روزی که حاکمیت بر ملت ایران روا داشته، قتل مهسا یا ژینا دختر جاوید نام ایران زمین باعث یک شور هیجان ملی و یک جنبش ملی شده تا این ثانیه هایی که من در خدمت شما هستم. زمانه عوض شده، برعکس آن چیزی که حدود یک ماه پیش سردمدار این سیاه روزی و سردمداران اشاراتی داشتند به این که ما جنایت ها کردیم تا 43 سال این حاکمیت ادامه حیات پیدا کرده، در این مورد مشخص و گفتن این که خدای دهه 60 هنوز همان خدای سال 1401 سال 2022 هست، چنین چیزی در عیان آن چیزی که 3-4 روز گذشته دیدیم و چند ساعت، مشخصا 5 ساعت گذشته در حته‌ای از ایران در کردستان دیدیم که آن خدا خداییست که متفاوت است با این خدا. دیگر جمهوری اسلامی نمیتواند جنایت کند در ابعاد ده هزار نفری، نمیتواند چندین هزار نفر است زنده ترین جوانان این مملکت و به قول زنده یاد احمد شاملو بخواهد بکشد، سر به نیست کند و به حساب شاید سالیانی بعد بخواهد دنیا و وجدان عالی بشریت به درد بیاید. دنیا دنیای متفاوتی است و جنایت کردن برای جمهوری اسلامی بسیار سخت شده استاد کنی و مخاطبان عزیز تلویزیون فهیم تلویزیون وزین کلمه. آنجا متفاوت است که جمهوری اسلامی کن جنایت نکرده. جمهوری اسلامی کن از زنان و مردان و شیر زنان و شیر مردان، از هر طیف و صنف و از هر عقبه فکری آدم کشته، هزاران هزار، ده ها هزار نفر کشته. جمهوری اسلامی بکتاش خمسه بکتاش آبتین رو کشته، جمهوری اسلامی اعدام کرده از زنده ترین و خدایگان زندگی رو که بایستی دهه سوم زندگی برای یک جوان پرشور، زن، دختر یا پسر بخواهد برای ادامه حیات زندگی رو بسازن، زندگی رو خفه کرده، تناب دار گذاشته بر گردن شهلا جاهد، ریحان جباری، سحر خدایاری ها رو به خاطر عشق به فوتبال کشته دختر آبی ایران، ندا با سلطان در حضور ده ها هزار نفر شاهد عینی کشته و دنیا خون گریه کرده. در این مورد مشخص دنیا تفاوت دیگری کرده. به یمن وجود رسانه های اجتماعی، شبکه ارتباطی بسیار عظیم، این بار در خفا فقط شیون و موی و زاری کردن و خونگری کردن در دل نبوده. این دفعه به داستان مرگ و خون، همون جوری که به درست شما این آیتم رو به مطرح کردین، خون مهسا امینی خونی است که جریان پیدا کرده در دل و تاروبود 85 میلیون ایرانی و میبینیم ما مهسا تاریخ ساز شد و میبینیم که بزرگترین، درخشانترین و ماندگارترین تاریخ اعتصاب در استان کردستان رو ما داشتیم. من ده ها فیلم از صبح دیدم کردستان، این نهمین بار اگر اشتباه نکنم تاریخ
اعتصابات رو مرور می کردم دیشب، از جمله راجع به مرگ زنده یاد جاوید نام، معلم آزاده، معلم اندیشمند و معلم پر از شور زندگی، فرزاد کمانگر هم اعتصابات و اعتصابات سراسری در کردستان بوده. این دفعه داستان متفاوته، چون که مهسا و مهسا ایرانی رفت تو دل مادری در سرخس، رفت تو دل مادری در زاهدان و بلوچستان، رفت تو دل مادری در محشر، در اردبیل. دیگر از این که از یک قومیت در جوار مرزها دختری کشته شد چنین چیزی نبوده. مهسا امینی دختر مادران ایران، مادران دادخواه، دختر ناهید شیرپیشه، دختر محبوب رمضانی، دختر شیردلان، شیرزنانی که خوش درخشیدن با مقاومت، با فاشگویی، با آن چیزی که از دل برآمد در دل میلیون ها ایرانی نشست، فاطمه سپهری ها که پنج شیریان ایرانن و دختر مهسا رو به عنوان یک دختر و عزیزتر از نور چشم و دختر میلیون ها نفر، دختر ده ها هزار نفری که در حال حاضر و ساعت های آینده این برنامه رو میبینن، و این عزای ملی و این قصه و این درد به یک خشم درخور از نگاه جامعه شناسانه، خشمی که بازخورد عملی داشت. ما ده ها شخصیت صاحب نام و تو عرصه هنر، تو عرصه ورزش دیدیم که این 43 سال مهر خاموشی بر لب داده بودن، ولی ما زنان شیردل و شیرزن هنرمندان همین رادیو تلویزیونی که تا بی خود دندان در سانسور در غرق آمدن و تابو شکنی کردن، حجاب از سر برداشتن در اعتراض، گیسوان خودشون رو با قیچی جلوی دوربین در جلوی چشمان میلیون ها انسان دردمند در چهار گوشه دنیا گیسوان خودشون رو با قیچی بریدن و مویه کردن و اعتراض خودشون رو به صورت ملی پیش بردن. به باور من نقطه عطفی است در تقابل جنبش های موجود، جنبش برابری زنان زن و مرد، جنبش نه به حجاب اجباری، جنبش نه به جمهوری اسلامی. این مورد مشخص جمهوری اسلامی حکومتی است با یک 43 سال عقبه خون، خشونت، قتل، جنایت. قبل از ثانیه مرگ مهسا امینی من این نقطه عطف رو می‌بینم، و جمهوری اسلامی بعد از ثانیه مرگ مهسا امینی که می‌تونیم راجبش به حساب نمونه و فاکت‌های مشخصی رو صحبت کنیم که این تفاوت‌ها چقدر مشهوده، این تفاوت از هنرپیشه‌های تراز اول صاحبان جایزه اسکار در آمریکا گرفته تا در پاکستان، در کشورهای مسلمان که خودشون درگیر عدم برابری جنسیتی زن و مرد هستن. ما ده ها هزار نفر رو در توییت دیدیم. مهسا امینی به باور من مرزهای تمام رکوردها رو شکست. مهسا امینی دختر بینام، نه کمنام، که زندگی عادیش خودش رو داشت و تنها جرمش این بوده است که آمده است در پایتخت کشور خودش، آمده است که دو سه روز سیر سفر داشته باشه، ولی با خون خودش، با نفس خودش جنبشی رو برپا کرد به باور من که همسان خواهد بود و می شود این جنبش ادامه حیات بدهد، همون جوری که آن جوانک فقیر کم دستی که دگاری دستی خودش رو میوه‌ای رو میفروخت در اطراف پایتخت تونس و توانست سرنوشت ده ها میلیون نفر رو در دنیای عرب عوض کنه و 11 حکومت رو جابجا کنه. ما این نقطه عطف و ده ها و صد ها مورد در قرن 20 داشتیم تا به امروز. من به همین کفایت میکنم. زنده باشید. اینجا میخوام قوت قلب و دلخوشی و سر تعظیم فرود بیارم و آن چیزی که مردم کردستان با آن همت بالایی که کردن و به دنیا نشون دادن که با اتحاد در عمل میشود کارهایی کرد کارستان و میشود حکومتهایی رو که دهها تاریخ مصرفش گذشته میشود این به این سیاه روزی 43 ساله پایان داد و خون مهسا به باور من غلیان جوشش یک جنبش ملی است. بسیار سپاسگزارم. اما کاملا واضح و نمایان بود ما در این روزهای اخیر شاهد رواج و
نشر این شایعه بودیم که سیدعلی خامنه‌ای در بستر مرگ هستند ایشون و مسائلی از این دست که قتل حکومتی مهسا امینی همزمان شد با آنچه که پیرامون موضوع مرگ و یا وضعیت وخیم جسمانی آیت الله خامنه‌ای در این سو و آن سوی رسانه ها منتشر می شود.